سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. محمود رضا خاوری متولد 5 خرداد 1331، مدیر عامل سابق بانک مرکزی ایران و از مجرمان محکوم شده به دلیل مشارکت در اختلاس 3000 میلیارد تومانی بود. محمود رضا خاوری در مهر ماه سال 90 به بهانه مشکلات عصبی حادث شده و بیماری مزمن از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت اون رو دارا بود گریخت. خاوری توسط دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و بابت دریافت رشوه به 10 سال حبس محکوم شده بود. نام خاوری برای مدتی در لیست افراد تحت تعقیب اینترپل وجود داشت، اما از اواسط مهر ماه سال 95 نام او به عنوان یک شخص در حال تعقیب در وبسایت اینترپل مشاهده نمی شود. در ادامه به معرفی و زندگی نامه این فرد می پردازیم. پس تا پایین این ویدیو همراه ما باشید. محمود رضا خاوری متولد 5 خرداد 1331، مدیر عامل سابق بانک مرکزی ایران است. از هویت خانوادگی و اعتقادی خاوری اطلاعات زیادی در دسترس نیست. بدون ذکر نام پدر و مادرش، ظاهراً او در خرم‌آباد متولد شد. او دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته حقوق از دانشگاه تهران و مقطع کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه شهید بهشتی است. در دهه 80 خورشیدی، در حالی که خاوری به واسطه شغلش من قانونی داشته، مخفیانه تابعیت کشور کانادا را اخذ کرده. او پیش از فرار از ایران خانه مجللی رو واقع در محله بریدل پث خریده بود. بریدل پث نام محله ثروتمندنشین در ایالت آنتاریو کانادا است که بسیاری از بازرگانان، هنرمندان و ژورنالیست‌ها از جمله سلین دیون، هنرمند نامدار موسیقی، در اونجا عمارتی رو به نام خودش ثبت کرد. محلی که تعداد زیادی از تاجران اروپایی در اونجا ساکن هستند و به عمارت ثروتمندان مشهوره. خاوری فعالیت بانکی خودش رو در بانک صنعت و معدن در سال 56 با سمت کارشناس قضایی آغاز کرد، اما نحوه ارزیابی، پذیرش و استخدام او هرگز افشا نشده. او در سال 61 به سمت ریاست اداره دعاوی بانک صنعت و معدن منصوب شد و تا سال 64 در همین سمت بود. خاوری در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به سمت عضو هیئت مدیره بانک سپه منصوب شد. او در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی ابتدا به سمت قائم مقام مدیر عامل بانک سپه و سپس به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک سپه منصوب شد. در دوره محمود احمدی نژاد و در سال 88 او به سمت ریاست بانک ملی ایران رسید. در مراسم معارفه او، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد وقت محمود خاوری را فردی عالم با تجربه، با تقوا و کارشناس خواند و گفت که در انتخاب او نهایت دقت و وسواس صورت گرفته. محمود رضا خاوری مدرک دکترای تخصصی ندارد. با این حال در زمان ریاستش بر بانک ملی ایران در مکاتبات رسمی از عنوان دکتر خاوری استفاده کرده. او در دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشکده حسابداری شرکت نفت، دانشکده امور اقتصاد و دارایی، مؤسسه عالی بانکداری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه شهید بهشتی تدریس کرده. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 84، خاوری به همراه جمعی دیگر از مدیران اقتصادی و بانکی ایران با صدور بیانیه‌ای حمایت خودش را از اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کردند. در سال 88 و در زمانی که محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، خاوری به ریاست بانک ملی ایران منصوب شد. در مراسم معرفی او به عنوان مدیر عامل بانک ملی، آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دوران احمدی نژاد با تجلیل و تقدیر از محمود رضا خاوری گفت که او فردی عالم و با تقوا می باشد. کسی که تجربیات زیادی رو در زمینه حقوق و اقتصاد داشته و میتونه به عنوان مدیر عامل بانک ملی خدمات و بازدهی بهتری داشته باشه و برای انتخاب او وسواس و دقت زیادی انجام شده. خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران در پرونده رسوایی بزرگ اختلاس 3000 میلیارد تومانی در ایران برای چندمین بار نام بانک ملی رو در یک پرونده فساد بزرگ مالی در ایران مطرح کرد.
قبل از این هم در جریان فساد بزرگ اقتصادی در پرونده المکاسب از اسدالله امیراصلانی مدیر عامل بانک ملی ایران به عنوان متهم ردیف اول نام برده شد که این به شبهات و ابهامات اقتصادی بسیار زیادی در ساختار و بدنه و همچنین نقش این بانک بزرگ در فسادهای اقتصادی انجامیده است. دولت محمود احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری او تصمیم گرفت چک پول بدون پشتوانه چاپ کند. پس از مدتی دولت مردان اعلام کردند که هزینه چاپ چک پول که در کشور انگلستان انجام میشد زیاد است و چک پول تبدیل شد به مسکوکات رایج کشور. در حالی که این پول پشتوانه طلا و نقره نداشت و روز به روز عواقب این موضوع آشکار میشد. برای انجام این کار رئیس بانک مرکزی ایران با محمود احمدی نژاد همکاری نکرد و در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های سراسری کشور عنوان کرد که با این کار یعنی وارد کردن چک پول بدون پشتوانه به بازار مخالفم و استعفا میدم. در 13 جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی در ایران، قاضی پرونده اعلام کرد که یکی از معاونان وزارت اطلاعات از خروج محمود رضا خاوری مطلع بوده. بنابر اطلاعات منتشر شده از سوی قاضی سراج، خاوری در تاریخ 20 شهریور سال 90 به عنوان رئیس بانک مرکزی ایران تقاضای سفر به انگلستان رو در قالب یک ماموریت کاری برای شرکت در جلسه بانک پی ال سی لویدز لندن مطرح کرده. در تاریخ 29 شهریور همان سال با ماموریت او به خارج از کشور موافقت می شود. در 31 شهریور سال 90 خاوری به مدیر حراست گفته درخواست سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک پی ال سی لویدز لندن رو دارم. از وزارت اطلاعات سوال کنید اگر ممنوع الخروج نیستم بروم. قاضی سراج افسوده برابر اطلاعاتی که من کسب کردم مدیر حراست از طریق رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع رو پیگیری کرده و نهایتاً معاون وزیر اطلاعات بلامانه بودن خروج خاوری رو اعلام کرد. در ادامه این ماجرا سایت خبری دماوند نوشت محمود رضا خاوری در دوم مهر ماه سال 90 به بهانه شرکت در یک کنفرانس بانکی در انگلستان ایران را به مقصد انگلستان ترک می‌کند. نخست وزیر وقت کانادا استفان هارپر طی دادخواستی که در سایت پتیشن آنلاین منتشر شده گفته ما به دنبال پیگیری برای درخواست محمود رضا خاوری مبنی بر اقامتش در کانادا هستیم. اخیراً آقای خاوری در بزرگترین اختلاس ایران نقش اساسی را داشته. ورود خاوری به کانادا به دلیل مشخص شدن تابعیت دوگانه او بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف جهان داشته و اینها همه در شرایطی است که در دوران زمامداری استفان هارپر در کشور کانادا قوانین سختی برای عموم ایرانیان وجود دارد که به راحتی حتی اجازه دیدن و ملاقات ایرانی‌ها با بستگانشون رو در کانادا نمی‌دهد و نقل و انتقالات پول با ایران هم به سختی انجام می‌گیرد. بر اساس اخبار وبسایت متعلق به گروه خبری ایران در تاریخ 14 بهمن 92 محمود رضا خاوری به ادعای رئیس بخش بین الملل نیروی انتظامی ایران از کانادا فرار و به یکی از کشورهای حوزه کارائیب یا آمریکای جنوبی رفته. رئیس بخش پلیس بین المللی نیروی انتظامی همچنین اعلام کرد پلیس کانادا ابتدا اعلام کرد که این فرد وارد کانادا نشده و در صورت ورود هنوز توسط پلیس شناسایی نشده. این در حالی است که پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی آدرس و محل سکونت خاوری را به پلیس کانادا اعلام کرده بود. در نهایت اینترپل کانادا در تماسی مدعی شد این فرد به یکی از کشورهای آمریکای جنوبی یا حوزه کارائیب متواری شده. رئیس بین‌الملل نیروی انتظامی ایران تصریح کرد اعلام قرمز برای خاوری صادر شده و تمامی پلیس‌های عضو اینترپل مسئول پیگیری این موضوع و دستگیری این فرد هستند. به گفته او احتمال دارد خاوری با مشخصات جعلی و تغییر هویت در کشورهای حوزه آمریکای جنوبی و حوزه کارائیب در حال تردد باشد. در نهایت خبری از پایگاه خبری تحلیلی جمهوریت در تاریخ 7/7/93 اعلام شد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت پلیس کانادا که تا مدتی پیش نمیپذیرفت که خاوری در این کشور هست، اکنون این موضوع را پذیرفته و این پذیرش موفقیت خوبی برای پلیس ایران هست. در 4 آبان سال 99 فرمانده نیروی انتظامی ایران مدعی شد که 2 بار تا محل سکونت خاوری رفته و حتی به پلیس کانادا گفتند که محل زندگی او کجاست، اما پلیس خاوری را بازداشت نکرده. خاوری سالها پیش از خروج دائمی از ایران به سرمایه گذاری در زمینه ساختمانسازی در کانادا پرداخته بود و در سال 2005 میلادی تونسته بود که تابعیت کانادا را هم بگیره. خانواده او هم حداقل از سال 2001 میلادی در تورنتو کانادا مالک چندین ملک بودند. با گذشت چند سال از تب و تاب افتادن خبر فرارش، او به همراه پسرانش اقدام به سرمایه گذاری و تجارت در کانادا کرد. او اقدام به شهرک سازی در چندین شهر کانادا کرده.
در کانادا او رو به عنوان یکی از چهره‌های بزرگ اقتصادی می‌دونن که در شهر تورنتو چندین شهرک رو ساخته و در حال حاضر پسرش به عنوان رئیس آژانس مسافرتی فعالیت داره. دختر او پرندیس خاوری برخلاف برادرهایش پی درس و مشق و علم آموزی بود. اما گویا پدر با بخشش خانه به دختر جبران مافات کرده. خانه خاوری در تورنتو که از قضا بسیار خبرساز هم شده نه متعلق به او که چندی پس از حضور خاوری در کانادا به نام دخترش شد. خاوری 7 روز پس از خروج دائمی از ایران و ورود به خاک کانادا وام خانه 3 میلیون دلاری خودش رو باز پرداخت و اون رو به دخترش پرندیس انتقال داد. در تاریخ 17 ژوئن 2016 خبرگزاری بلومبرگ گزارش کرد یک سرمایه‌دار و برجساز معروف یهودی ایرانی کانادایی به نام سام مزراهی از خاوری به دادستانی تورنتو شکایت کرده. سام مزراهی شکایت کرده بود که یکی از شریک‌های او به نام محمود خاوری تهدید کرده که خانه او رو به آتش می‌کشه. بر اساس گزارش بلومبرگ، خاوری در دو پروژه لوکس در منطقه میتان تورنتو از طریق پسرانش به نامهای خشایار و اردوان خاوری سرمایه گذاری کرده بود. خاوری هم ادعا کرده که سام مزراهی به او مبلغ 105 میلیون دلار ضرر زده و سرمایه او را جهت تهیه جت شخصی، تحصیل فرزند و دکور ویلای خودش هزینه کرده. از سوی دیگر سام مزرایی ادعا کرد سرمایه‌ای از خاوری دریافت نکرده و در نهایت مجبور شده از بانک وام بگیره. بر اساس گزارش بلومبرگ، رابطه محمود خاوری و سام مزراهی به سال 2008 برمیگرده. از اون هنگام دو پسر خاوری به نامهای خشایار و اردوان که هر دو حدوداً 20 ساله بودند، در پروژه‌های مزراهی شروع به سرمایه گذاری کردند. سرانجام در اکتبر سال 2016، قاضی دادگاه عالی اونتاریو حکم نهایی خودش را صادر کرد که شامل 13 صفحه و 5500 کلمه در شرح کامل پرونده، روند شراکت طرفین و اعداد و ارقام نجومی تبادل شده بین دو طرف است. در این حکم به صورت بسیار صریح و روشن، همه ادعاهای خاوری به عنوان شاکی رد و حتی خاوری مکلف شده که غرامتی در حدود 373 هزار دلار به مزراهی بپردازه. تا به حال دو بار خبر ترور و قتل محمود رضا خاوری در رسانه‌های کشورمون مطرح شده که نخستین بار در اواخر آذر ماه سال 96 بود که خبر رسید عده‌ای ناشناس او رو با اسلحه به تیربار بستند. اما بعد از مدتی وزارت اطلاعات اعلام کرد که این اخبار از سوی خود خانواده خاوری اعلام شده تا پلیس از پیگیری و دستگیری او دست برداره و این شگردهای این کلاهبردار میباشد. بعد از گذشت مدتی دوباره در 21 دی ماه سال 97 باز هم خبر قتل و ترور خاوری مطرح شد که این بار خبرگزاری مهر اون رو منتشر کرد. هنوز درباره اینکه این خبر آیا صحت داشته یا شایع می باشد اطلاعاتی در دست نیست. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.